ادامه دیدارهای نمایندگان اتحادیه افغانهای مقیم کشورهای اروپایی با مقامهای امارت اسلامی در کابل این هیئت این بار با سرپرست وزیران دفاع و معادن پترولیم دیدار کردند. سرپرست وزارت دفاع در دیدار با نمایندگان اتحادیه افغانهای مقیم کشورهای اروپایی گفته است که باید از امنیت کنونی در کشور استفاده و در پیشرفت افغانستان سهم گرفته شود محمد یعقوب مجاهد در این دیدار افغانستان را خانه مشترک تمامی افغانها خونده و افزود است که مشکلات موجود در کشور بزودی حل خواهد شد. مشکلاتی که در برخ مسائل وجود دارد بزودی حل خواهد شد. اما هیچ چیز فراتر از امنیت نبود که امروز به نصرت الهی و با فداکاری های مردممان در این سرزمین نازل شده است. شکرانه آن را بجا آوریم. و به استفاده از این فرصت برای رفاه و پیشرفت وطن خیش سهیم شویم بر بنیاد خبرنامه شما را از شهروندان کشور که پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی برای نخستین بار به افغانستان آمدند از اوضای کنونی کشور ابراز رضایت مندی کردند دنظام د هفستپار د ملیه والی لپار او بلخره د یو راتلون کی سولهی ز افغانستان لپار د خپل اولادونو حق او د نور وګړو حق ته باید توجه وسی ز موږ خپل باور دا دی چې دوی د خبرې ته متوجی دي لکه نور مشران مجناهیل نه یلی البته چې د وصله پار مهاقصه چې باید مون جواب تر لاسه کړی ولای هغه کې دایسي چې پنج دې راتلون کې تر لاسه همزمان با این نمایندگان اتحادیه افغانهای مقیم کشورهای اروپایی با سرپرست وزارت معادن پترولیم نیز دیدار کردند. در این دیدار مقام های افغان مقیم اروپا از شهابدین دلاور خواستند تا به افغانهایی که مایل به سرمایه گذاری در افغانستان هستند تسهیلات را فراهم سازند وزارت معادن پترولیم میگوید که آقای دلاور نیز از افغانهای مقیم خارج از کشور خواسته که به با افغانستان بازگردند و در رشد کشور سهیم باشند خانونه پيترو له محترم وزیر خانومه وړو ملمنو تدخلا خلاص تر څنګه افغانستان د ټوله افغانانو غټ کو یاد کړ او د افغانستان آبادی او خبرمختګ د ټوله افغانانو غټ مسولیت وبلا خانونه پيترو له محترم وزیر دونو وړو قدرمنو ملمنو ټوله غختنې وړاندیزونه او پیشنهادونه او اوریدل او هغه یې سره د هغه رسیدل ته رسیدلو لپاره لازم و همکارو شمه تا جایی که ما میبینیم امارت اسلامی افغانستان این زمینه را له فراهم ساخته که افراد متخصص به افغانستان برگرده و از طرف دیگری از امارت اسلامی افغانستان جدا میخواهیم که صدای ملت خود را و افراد تحصیل کرده خود را بشنود این جزء منافع ملی افغانستان است این حیات پیشتر در دیدار با شمار دیگر از مقام های امارت اسلامی از جمله معاون سیاسی رئیس الوزراء و سرپرست وزارت امور خارجه بر تقویت نظام و فراهم شدن زمینه کار و آموزش به دختران و زنان افغان تاکید کرده بودند